سلام و عرض ادب خدمت تمامی مخاطبین عزیز آراز نیوز تیوی، امروز با بخش دیگری از اخبار زاویه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. سرخط خبرها: وقوع سیل هولناک در آذربایجان جنوبی. پیام تسلیت تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان به حادثه دیدگان سیل در آذربایجان جنوبی. متوقف شدن کمک مالی تراکتورسازی به حادثه دیدگان سیل. مغلوبیت تیم استقلال تهران در مقابل تیم تراکتور آذربایجان. شکست شدن حکم دادگاه تجدید نظر دستگیر شدگان سال 93 در سالن قدیر ارومیه. تهدید مکرر نیروهای امنیتی بر خانواده مهندس سیامک میرزایی. وزیر کشور ایران جانباختگان سیل آذربایجان را مقصر داند. تعطیلی و تجمع جمعی از بازاریان جلفا در مقابل ساختمان مدیریت سازمان منطقه آزاد آراد. رد صلاحیت احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض طرفداران وی در خیابان‌های تهران. مشروع خبرها: جمعه 25 فروردین 1396 شاهد سیل هولناکی در آذربایجان جنوبی شدیم که به علت عدم کمک رسانی به موقع نیروهای امداد و ارتش جمهوری اسلامی ایران ده‌ها نفر جان خود را از دست داده و بی خانمان شدند و با گذشت یک هفته جسد بعضی از این افراد هنوز پیدا نشده است. همچنین بنا به گزارش جهاد کشاورزی، به نقل از سید محمد موسوی، وقوع سیل در روزهای 25 و 26 فروردین ماه در استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل 468 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد کرده است. موسوی وجود توده هوای گرم که موجب ذوب سریع برف و افزایش روان‌آب‌ها شده، عدم رعایت حریم رودخانه‌ها در طراحی و ساخت و سازها، عدم تخصیص اعتبار برای اجرای به موقع طرح‌های پیشگیرانه مانند آبخیزداری و مرتعداری را از دیگر عوامل مؤثر برای اجرا شدن سیل عنوان کرد. حجم آسیب در ارومیه، نقده، آذرشهر، اشنویه، عجفشیر و تبریز بسیار قابل توجه بوده و خسارات وارده به مردم، مخصوصا روستاییان و احشام و منازل آنها، امری غیر قابل انکار است. ملت ترک آذربایجان، خانواده محترم داغ دیدگان حادثه سیل. میدانیم که داغ از دست دادن نزدیکان و آسیب دیدن زندگی چیزی نیست که با پیام همدردی و تسلیت جبران و تسکین یابد و صدمه جسمی و روحی حوادث تا سالها روح و روان انسان و جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. ملت ترک آذربایجان بارها حوادث تلخ زلزله و سیل و غیره را تجربه کرده‌اند و بارها شاهد حوادث مختلف و صدمه دیدن خانواده‌های آذربایجان بودیم، ولی آنچه که از اذهان ما پاک نمی‌شود، تبعیض‌های زیرساختی موجود، تبعیض در اطلاع رسانی، امداد رسانی دیر و ناکافی و تعلل مقامات دولتی برای حضور در محل حادثه می باشد. همه می دانیم که در ایران به دلیل اجرای سیاست‌های مرکز محور، زیرساخت‌های شهرسازی، راهسازی، امکانات مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی بسیار بسیار محدود مانده و شهروند آذربایجان در جایگاه شهروند درجه دو باقی مانده است و در حوادث مختلف طبیعی یا غیر طبیعی امکانات موجود جوابگوی حوادث نبوده و باعث خسارت و صدمات جانی بیشتر می شود. با مقایسه امکانات و ابزارهای موجود و برخورد رسانه‌ای و مقامات دولتی با حوادث مشابه که در مرکز ایران اتفاق می افتد، می توان وسعت تبعیض‌ها و ظلم و ستم ملی وارد شده به پیکر و ملت آذربایجان را درک کرد. برخورد دولتی و رسانه‌ای حادثه دردناک زلزله بم و پلاسکو و سانحه اتوبوس قم تنها بعضی از این موارد است که بدان اشاره می کنیم. بسیج امکانات دولتی و رسانه‌ای و فعالیت مقامات دولتی این حوادث واقعا قابل قیاس با حادثه زلزله قاراداغ، حادثه قطار تبریز، مشهد و سیل آذربایجان نمی باشد. کدام عقل سلیم نمی تواند این تفاوت‌ها را ندیده و تبعیض‌ها را قبول نکند؟ تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان ضمن همدردی و تسلیت به خانوادگان حادثه دیدگان برای این عزیزان صبر آرزو می کند و اعلام می دارد که برخوردهای تبعیض آلود با جامعه ترک آذربایجان موجب عمیق‌تر شدن شکاف‌ها بین ملت ترک آذربایجان و جامعه ایران بوده و موجودیت کشور ایران را در سراشیبی نابودی قرار می دهد. زیرا وقتی جامعه ای با این تبعیض‌های فاحش برخورد می کند،
با اراده جدی‌تر برای تعیین سرنوشت سیاسی و ملی خود گام برخواهد داشت. تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان، تبریز، 26 فروردین 1396. در پی وقوع سیل در مناطق آذربایجان جنوبی و عدم کمک رسانی به موقع توسط دولت ایران، مصطفی آجرلو مدیریت باشگاه تراکتورسازی تبریز اعلام کرده بود درآمد حاصل از فروش بلیت بازی تیم تراکتور با استقلال تهران مورخ 31 فروردین ماه را وقف کمک به سیل زدگان خواهند کرد. اما با آمدن نامه ای رسمی از بانک انصار، خطاب به مصطفی آجرلو، این عمل متوقف گردید. لازم به ذکر است بانک انصار یکی از بانک های زیر مجموعه سپاه می باشد که مانع از انجام این کمک مالی شده است. همچنین در حالت عادی فروش بلیت های ورزشگاه سهند تبریز معمولا از ساعت 12:30 ظهر شروع می شود. با وجود آن تماشاگران ساعت ها برای خرید بلیت بلا تکلیف ماندند. بنا به گزارش خبرنگاری تسنیم، مسئولین فروش بلیت اذعان داشته اند که منتظر دستور از طرف مقامات می باشند. تیم تراکتور آذربایجان روز پنجشنبه مصادف با 31 فروردین 1396 به مصاف تیم استقلال تهران رفت و توانست این تیم را در تبریز با 1 گل مغلوب کند. تیم تراکتور آذربایجان با شوت از راه دور محمد ابراهیمی با حداقل اختلاف استقلال را شکست داد تا با 53 امتیاز در رده دوم جدول قرار بگیرد. همچنین در این بازی بنا به بیانیه‌ای که هفته گذشته به مناسبت کشته شدگان در حادثه سیل داده شده بود، در این مسابقه طرفداران تیم تراکتور پارچه‌هایی در جهت همدردی با سیل زدگان شهرهای آذربایجان باز کرده و بسیاری نیز با پوشیدن پیراهن‌های سیاه رنگ برای تماشای فوتبال به ورزشگاه آمده و در غم حادثه دیدگان سیل آذربایجان شریک شدند. بنا به اطلاع آراز نیوز، دادگاه تجدید نظر دستگیر شدگان سال 93 در سالن قدیر ارومیه از جمله یاسر اکبری، محمد تمدنی، عطا کریمی و نیما حسنی صادر شد و طبق رأی شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، حکم 6 ماه حبس تعزیری یاسر اکبری تایید شده است. حکم دیگر دستگیر شدگان از جمله نیما حسنی، عطا کریمی و محمد تمدنی در دادگاه تجدید نظر استان شکست و هر یک متحمل به 1 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شدند. قاضی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه ایشان را به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروهک‌های تجزیه طلب به ترتیب به 6 و 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود. لازم به ذکر است این فعالان آذربایجانی 18 اردیبهشت سال 93 برای تماشای بازی‌های بین‌المللی کاراته به سالن قدیر شهر ارومیه رفته بودند که توسط ماموران امنیتی به علت گرفتن عکس با پرچم آذربایجان دستگیر شده و به بازداشتگاه 9 پله نیروی انتظامی انتقال داده شده بودند. بنا به گزارش رسیده از نزدیکان خانواده میرزایی، در روزهای اخیر مامورین ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی استان اردبیل از جمله مشکین شهر و پارس‌آباد طی تماس تلفنی از آقای قدیر میرزایی، پدر سیامک میرزایی، خواستند که در اداره اطلاعات حضور به هم رساند. بعد از امتناع ایشان از حضور در محل اداره اطلاعات به دلیل احضار غیرقانونی، این بار مامورین اطلاعات از وی می‌خواهند که در یکی از پارک‌های پارس‌آباد با وی ملاقات کنند. در این دیدار مامورین به آقای میرزایی میگویند اگر فرزند شما آقای سیامک میرزایی اظهار ندامت نموده و توبه نماید، در نزدیکترین زمان ممکن ایشان را آزاد خواهیم نمود. همچنین آنان در ادامه سخنان خود ابراز می‌دارند که تاکنون عامل اصلی تداوم وضعیت سیامک میرزایی کوتاه نیامدن وی و رفتارهای خانم ایشان میباشد و از این به بعد اگر خانم وحیده کریمی در مراسماتی همچون مراسم 3 فروردین ماه حضور به عمل آورد، وی را نیز بازداشت خواهند کرد. رحمان فضلی، وزیر کشور ایران، در جلسه‌ای که در شهرستان آذرشهر برگزار شد، عنوان کرده است مردم باید بتوانند در برابر حوادث عکس‌العمل نشان دهند و سریع تصمیم گیری نمایند. در همین سیل اخیر مردم به خاطر ترس به خانه‌ها پناه بردند و سیل جان آنها را گرفته و مساکن آنها را ویران کرده است. مردم باید آموزش‌های لازم را ببینند. پیشتر برخی مسئولان با استدلالی متفاوت جانباختگان را مقصر دانسته بودند.
آنان قصور جانباختگان را تماشای سیل در نزدیکی رودخانه قلمداد کرده بودند. اما بعد از اینکه معلوم شد جانباختگان در مسیر تعبیه شده توسط اداره راه از داخل رودخانه در حال تردد بودند، وزیر کشور با استدلال جدید برای فرار از زیر بار مسئولیت و تبرئه کردن مسئولان، قربانیان را مقصر تشخیص داد. اعتراضات تجار و بازاریان به شرایط نامطلوب حاکم بر بازار جلفا با تحصن مقابل سازمان منطقه آزاد آراز همراه شد. جمعی از تجار و کسبه فعال در بازار جلفا در منطقه آزاد آراز در اعتراض به رکود حاکم بر فعالیت‌های تجاری این منطقه و تبعیض در مقایسه با دیگر مناطق آزاد کشور با تجمع مقابل ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد آراز خواستار رسیدگی به اعتراضات خود شدند. لازم به ذکر است چندی پیش تجار فعال در بازار جلفا نسبت به شرایط حاکم بر مبادلات تجاری در منطقه آزاد آراز و به خصوص تبعیضات صورت گرفته و ضوابط اخیر اعمال شده از سوی این منطقه در ورود و خروج کالا معترض بوده و طی چندین نوبت با امضای تومار و نشست‌های مختلف با مسئولین منطقه خواستار رفع مشکلات موجود بوده‌اند که سرانجام منجر به اعتراض مقابل ساختمان منطقه آزاد آراز شد. شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین این کشور را برای نامزدی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری رد کرد. بنا به اعلام ستاد انتخابات ایران، نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید شده به ترتیب الفبا اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی تباه هستند. شورای نگهبان علاوه بر محمود احمدی نژاد، صلاحیت حمید بقائی، چهره مورد حمایت او را نیز رد کرده است. در پی این امر، شاهد موجی از معترضین طرفداران احمدی نژاد در مقابل درب منزل وی شدیم که با دخالت نیروهای انتظامی و گروه‌های ضربت پراکنده شدند. با تشکر از همه شما مخاطبین عزیز تا بخش دیگری از اخبار زاویه، بدرود.